خب جلسه پرسش و پاسخ، پرسشی وجود نداره، فقط یه سری پاسخ من دارم. آره یه سری پاسخ من دارم در مورد مموری الوکیشن. واقعیت اینه که اگر مواظب باشی، اگر با مموری درست برخورد کنی، هیچ دلیلی وجود نداره که مموری لیک بدی. یعنی مموری لیک مشکل بی تجربگی، مشکل از سر بی تجربگیه. ولی به هر حال همه ما میدونیم که مشکل حد همیشه پیش میاد. یعنی بعد از چند دهه برنامه نویسی در اوج آمادگی روحی و جسمی و ذهنی، بازم آدم گاف میده و مشکل ایجاد میشه. برای همینه که دیباگینگ الوکیتور نوشتن توجیه داره. زمین این که به هر حال نوشتنش خوبه دیگه، یه هیجان خاصی داره. هنوز کارمون با الوکیتور ها اصلا تموم نشده. من این الوکیتوری که نوشتم الوکیتوری سیه، اصلا کارهای کانستراکشن و این چیزا انجام نمیدن. جلسه آینده این الوکیتور ها رو کمی تموم میکنم، شاید پول الوکیتور هم بنویسم. ولی به اینترفیس الوکیتور من یه چیزای خوبی اضافه میکنم، تمپلتی و سی پلاس پلاسی، که مثل نیو کار کنه. اگه خاطرتون باشه گفتم قبلا که نیو دو تا کار میکنه، نیو عادی، اپراتور نیو. یکی این که مموری الوکیت میکنه برای آبجکت به اندازه لازم، و دوم هم این که کانستراکتور آبجکت رو فراخوانی میکنه. حالا منم الوکیت کردن مموری روی مکانیزمی براش دارم اونجوری که میخوام، کاستماایز شده و درست و قابل کنترل و اکستندیبل، قابل اکستند کردن. ولی هنوز مکانیزمی برای کانستراکشن آبجکت ها ندارم. از پلیسمنت نیو باید اون زیر استفاده کنم، ولی نمیخوام یوزر کد من از پلیسمنت نیو استفاده کنه. میخوام یوزر من به جز مثل این فانکشن الوکی که فراخوانی میکنه توی الوکیتور، تو اینترفیس الوکیتور یه فانکشن، یه متد خیلی به درد بخوری مثل مثلا کانستراکت هم داشته باشه که شبیه نیو عمل کنه، حافظه لازم الوکیت کنه و آبجکت اونجا کانستراکت کنه. اینجوری ما به جای استفاده از نیو همیشه تو کدمون از کانستراکت استفاده میکنیم، اگر آبجکتمون کانستراکتور داشته باشه. اگر حافظه خام هم میخوایم که از همین الوک استفاده میکنیم. من هنوز میتونم یه فانکشن دیگه به این الوک است اضافه کنم مثل سی الوک مثلا، که حافظه رو صفرم بکنه، مثل سی الوک سی، سی الوک لایبرری استاندارد، که حافظه رو اینیشیالایز هم بکنه، که اصلا فانکشن بدی نیست. ولی خب حالا برام شاید جاش اینجا نباشه. میتونم تو دیباگ مود اینیشیالایز بکنم به صفر همه حافظه رو. از این کارا میتونم هنوز بکنم. هنوز یه سری ارورای دیگه حافظه وجود داره که میتونم جلوشونو بگیرم. الان دابل فری و این چیزها رو من خیلی جلوشو نمیگیرم. دابل فری فقط از روی این، از این جهت میفهمم که حافظه‌ای که سعی میشه دوباره فری بشه، الان دابل فری رو اصلا نمیفهمم. من کار مهمه. خب الان توی میخواستم من تو پرسش و پاسخ کد ننویسم، ولی خب باید اینجا بنویسم یه کدی. یه باگی دارم که اگه الان وقتی فری میکنم هدرم هم باید اوورراید کنم. اوورراید کنم. اینجا قبل از اینکه حافظه رو فری کنم باید بگم HDR حداقل سنتینلش رو باید اوورراید کنم. HDR سنتینل مساوی است با صفر و FTR سنتینل هم مساوی است با صفر. ببین چه اتفاقی میفته اگه من دوبار حافظه رو فری کنم دیگه. اگه این کار رو نمی کردم، اگه من دوبار حافظه رو پشت سر هم دوبار فری کنم، به جز بحث این که سایز میسمچ و اینا پیش میاد بعدن و من هیچ وقت نمیفهمم، یه اتفاق بعدی که میافتاد این که حافظه رو فری میکنم ولی هدرش و فوترش همچنان سر جای خودشون هستن. درسته اتفاقی که واسه اونا نمیفته، کسی اونا رو که اوورایت نمیکنه، که سنتینلش درسته، سایزش درسته، اون لینک ها همه درستن، همه چی درسته. و وقتی دوبار پشت سر هم یه پوینتر رو فری کنم قشنگ فری میشه دوبار. من میخوام ارور بگیرم دیگه. با این کار وقتی که دارم حافظه رو فری میکنم سنتینلش رو اوورایت میکنم، صفر میکنم، که اگه دفعه بعد فری کرد این اسرشن اف فایر بشه. حالا میتونیم سنتینل اگه صفر بذاریم اتفاق خیلی. من میتونم بنویسم HDR سنتینل مساوی است با سنتینل منهای 1، یا ماینس ماینسش کنم، یه دونه کمش کنم، همچین کارایی بکنم که قطعا، یا اگزورش کنم با چی، یعنی ناتش کنم مثلا، میتونم این کارو بکنم. خوبه این کارو، این کار بهتر از اینی که الان داشتم. مساوس با نات MSC سنتینل ولیو نه خوبه. خب اینجوری
هیچ ولیو نداریم که نات بیت وایز ناتش با خودش یکی بشه دیگه، برای همین اوکی. اگه من منها می نوشتم منهای عددی، حتی آن سایند، برای همین هیچ وقت نمیشد، ولی عدد سایند یه عدد داریم که منهاش با خودش مساویه. نه اون صفر که نداره تو اینتجر، چون توز کامپلیمنته منفیه، اون منها آخریه، کوچکترین عددی که داریم منهاش با خودش یکیه، منهاش خودش میشه، در واقع اورفلو میشه، برمیگرده از پایین تو. خب اگه این کارو من نکنم بذار بریم تو مین تست کنیم دیگه. اگه من این کارو نکنم پیش باشه نمید پیش بیاد دیگه، درسته؟ چرا؟ تهش مشکل پیش میاد. ببین فرض کنم همه رو فری کردم، فقط مشکلم اینه که کیو رو دوبار فری کردم با همون پوینتر کیو. خب اتفاقی که میفته اینه که آخری که میخوام فری کنم میگه که چی میگی آلردی یا حتی اینو چون بزرگتره سایزش منفی میشه، اتفاقی بدی الان میفته. اتفاقی که افتاده چیه؟ سوشن فیلی این ولید پوینتر. آها فکر کنم این چیز الوکیتور دیباگ هیپ ویندوز یا ویژوال استودیو حافظه رو که بهش پس میدی خرابش میکنه عمدن، برای اینکه اتفاق نیفته. میدونی همه کاری که من دارم میکنم اون داره قبل از من، اونم داره انجام میده، قشنگ داره کارهای منو داپلیکیت میکنه. آره 40 نفر کاش بوده، 400,000 نفر. ببین الان دابل فری رو من الان کشف نمیکنم، میبینی برنامه کراش میکنه سایلنتلی. اگر من اینو بنویسم پس اونجوری بود با هم جلسه داشت. آره معلومه خراب میکرد. آره دیگه وقتی دیتا روش پس میدی اون همش اوورایت میکنه که یه وقت دقیقاً این اتفاق نیفته. همون حافظه رو به عنوان دیتا استراکچر استفاده کنی، وقتی چون دیتاش تغییر نکرده دیتا استراکچر ولید به نظر میاد، و بعضی وقتا که تصادفاً دیتا رو مثلا اون حافظه دوباره الوکیت شده یه کاری باش کردی، زندگی سخته دیگه. الان من دارم دیتکت میکنم، الان دابل فری رو من دارم دیتکت میکنم، خط به من نمیگه خط کجا. من با تو پیغام اسرشنم اینو بگم، تو اون دیباگ پارامزم بذار بنویسم که چی کنم. میتونم تریسش کنم قشنگ معلومه، حالا الان حوصله ندارم اونو بنویسم. کیوانه اصلا نیست. آره دیباگ دارم میکنم، باگم رو دارم فیکس میکنم. این روی همین اولی باید بریک کنه. Not loaded. آها خب ریلیسه دیگه، دیباگ اینفورمیشن اینا نداره. چرا با من انقدر بدی تو؟ این دیباگ. خب بریک کن از اینجا، دیباگ بریک میام بیرون تو فری. نه همونجا بیام تو مین، در خط قبلشه دیگه، این نکست اینستراکشن رو داره نشون میده، یعنی رو این اتفاق افتاده. یه چیزی رو میتونم از این دیباگ پارامز استفاده کنم بنویسم، الان حوصله ندارم، اثرش خیلی طولانی و زشت میشه. همه اثرش طولانی و زشت میشه، اونجا 3-4 تا اثر دارم، همشون باید این دیباگ پارامز رو چاپ کنن دیگه. الان تو اثرته آدرس خود اون جایی که اثرتو نوشتم چاپ میکنه، ولی اون مهم نیست، آدرس جایی که اون فانکشن فری رو فراخوانی کردم اون چاپ کنه. ولی خب برای آدرس رو دارم، جایی نمیتونه فرار کنه، در نمیره. خلاصه بس اینجوری دابل فری رو الان داریم دیتکت میکنیم با صفر کردن اون سنتینل. بعد ببینیم چیزی اینترودوس نکردیم که چوکه چنان رگرشن. خیلی خوب، به هر حال دیباگ الوکیتور نوشتن کار هیجان انگیز و جالبیه، مموری دیباگینگ کلا کار به درد بخور خوبیه. دو سه تا پروژه‌ای که من توشون بودم اینجوری سیو شدن از خیلی مشکلات با یه همچین تکنولوژی ساده ای. خیلی همونجور که دیدین خیلی ساده بود دیگه، چیزی که بشه تو 2 ساعت پیادش کرد خیلی ساده است. همین، فعلا شب بخیر.